قیاس میشه بزرگترین گناه زندگی. کمک کن با خودم ببرمش، اون وقت بابات زنده میمونه. یه راهی جلوی رومون بذارید که این تارمو پاره نشه. اگه قیاس بیاد این تارمو پاره میشه. قیاس گفت بگم امروز آزاد نمیشه. شرمنده، ولی هیچ کس نمیخواد تو برگردی. سلام پسرمه. سلام موزیه. سلام.
نام خداوند همه زمین‌ها و سرها. مادر باز قرصتو بی آب خودی تو گلوت گیر کرد. بابا سلمان کجاست؟ رفته بونگا قرارداد خونه رو تمدید کنه. بچه هم نمیدم کجا میخواست بره. کارت عروسی اضافه نیومده؟ تو کشوی باباتو ببین. کارت آقا سلیمم ببر بهش بده، سویچ ماشینشم بده. آخه این چه شغلیه تو سفره تو بابات گذاشته؟ نگاه کن ببین سر صورتت به چه روزی افتاده. کارت اضافه باز کی میخوای؟ چاکریم سیرم کن مشی آمد شما رو دعوا ماشین گذاشتم پارکینگ. این متهمم تحویل شما. اینم کارت سلیم عروسی خواهرم و یرفا. ما رفتیم. آهی بیا جواهرها رو تحویل بده. جواهرها و سندش تو کیفه. وقت ندارم، دارم میرم عروس دعوت کنم عروسی آبجی. می‌خوری یا می‌جنگی؟ شیشه ماشین نمی‌خوای ببری درست کنی؟ خودش میاد می‌بره درست می‌کنه. کی؟ بابا کی رفت بیرون؟ تو چرا بیتابی؟ بیتاب؟ نه سر حساب کتاب بودم با خودم اومدی. قطعاً حساب کتاب مغازه نبوده. ما اون خونه قدیمیه که حیات پشتی داشتیم یادته؟ توش واسه زمستون رو پیاز خشک میکردی؟ آره یادش بخیر. بعد اون اتفاق دیگه هیچ وقت پیاز خشک نکردم. شب بود چشات ندید پاهات رو پیازا لیس خورد. قیاس دستتو نگرفته بود یه راست رفته بودی تو شیشه پنجره بزرگه زیر زمین.
خدایی بود که قیاس تو اون حیات بود که یه گربه رو پرت کن تو صورتم و بترسونتم. واسه همین رفتم رو پیازا. این قضیه هیچ وقت ثابت نشد. مگه دادگاهی که ثابت بشه؟ قیاس اونجا بود که بترسونتم، ولی بابایی ازش قهرمان ساخت. دستمو نگرفت، لحظه آخر پام گیر کرد به کنده درختی که نرفتم تو شیشه. من هیچی از قیاس ندارم، من هیچ دینی به قیاس ندارم، پس از وجدانم ندارم. نبود اون واسه همه سرشار از خیره، واسه بابا، واسه شما، واسه من، واسه گربه ای که اسیرش میکنه تا پرتش کنه تو صورت یه دختر بچه 5 ساله و بترسونتش، واسه همه سرشار از خیره. پس من تو این لحظه مشمول عذاب وجدان نمیشم. وقتی تو از اون حیات قدیمی و تقصیر قیاس و نداشتن عذاب وجدان میگی، یه چیزی داره رو وجدان سنگینی میکنه. پس شما مشمول عذاب وجدان میشی. تو چته؟ قیاس میشه اسم قیاس رو پاک کنیم؟ نه، لااقل از تو این لحظه خودم و شما تا هم بتونم حرفمو بزنم. بزن. یا آقایی به نام آهی امیرعلی. امیرعلی اسمش نیستا، فامیلیشه. چند نفر؟ برای 25 نفر. سلام، خیلی ممنونم. متشکرم. خیلی خوشحال شدم. بفرمایید. خوش اومدید. خدا نگهدار. سلام. سلام. صاحب کارت هست؟ آقا ولی حال خانم؟ آقا ولی باباشه؟ دیروز اومد اینجا و تا شب نشست. بعدش هم یه خانومی اومد، خواهر جهان، اونم نشست، ولی صبح هیچ کدومشون نبودن. میشه بری؟ باید آسانسور رو خاموش کنم. شک برم داشته بود، نه که قیاس حل شهر شور نباشه، ولی شک برم داشته بود که چطور اینقدر احبق باید باشه شبی که فرداش میخواد آزاد بشه خرافه را بندازه. رفتم زندون پیگیرش شدم، گفتن چه مرافعی، چه انفرادی، دیروز صبح اول وقت چیک چیک کنون آزاد شد. اونی که به شما زنگ زد گفت از زندانیان دروغ بوده. تا آخر چیزی باید به یه دردی بخوره، این دروغ به درد کی میخوره؟ خواهر اون دوستش. زن و بچه من یه چیزی آج خانم تو مغزت داره شکوفا میکنه. نه شما اشتباه میکنی آج خانم، اشتباه میکنی. شما هنوشه و حاله رو چی دیدی؟ یعنی به من کلک بزنن که بچه ها نبینن؟ نه مطمئن نمیشته با میکنی آج خورم، مطمئن نمیکنم.
سلام. سلام آقا علی. والا یه آقای از توپ تالا اومده دنبال آدرس خونه شما میگرده. حسین تو جونم سلیم نه بابا دیشب یه شهری اتفاق افتاده بود که حل شد خدا رو شد حل چیه؟ آهی دو تیکه جواهر نیست به این قرآنی که زن ماشینه که اتفاق دار یا نه؟ با آقا ولی تماس گرفتم گفت آدرس رو به شما ندم گفت ندی؟ بله بیا بله؟ بیا همین الان یه زنگی بهم خورد که زبون خوشم رو ناخوش کرد آدرس رو میدی یا ناخوشت کنم سلام Hane! Hane! تو چرا یه بزرگتر وارد میشه ازت بلند نمیشی؟ Hane! Hane! چی شده؟ تو تموم این سالا هرچی دیرتر خوابیدیم صبح که بلند شدیم لنگ و پاچمون درازتر بود همش مدارا همش مدارا که به تریج قبای حال خانم بر نخوره تو که داخل آدم نیستی که به تریج قبات بر بخوره یا نخوره وقتی مقادر به کده از شاگرد پاشت اومده جو ولو شده که چی؟ تو به بهادر چی کار داری؟ چی شده؟ چته؟ دیروز یه از خدا بی خبر تلفن زده به طاهر خانم از خدا با خبر بهش دروغ گفته که بله قیاس مرافعه کرده و بازداشت شده و از نور آزاد نمیشه و به قول قیاس فلان و فلان و فلان بله سیاه‌بازی بوده میدونی سیاه‌بازی یعنی چی؟ گفتن کسی که تلفن زده صداش خیلی هم مردونه نبوده تو که به همه چیزت دو دلم ازت نمیپرسن تو بودی یا نه نمیپرسم حال خانم خانم خانوما اصل خانم اصل بانو تو هم تو این سیاه‌بازی بودی یا نه ولی اگه بفهمم اگه بفهمم که میفهمم اگه قیاس رو پیدا کنم که می کنم اگه بفهمم که چوبی که تو ملاجم خورده از طرف خودی بوده اون وقت اون خودی واسه نوع خودی میشه اگه قرار باشه دنبال پسرم بگردم تهرون اینقدر هم درندش نیست پیداش میکنم پیداش میکنم با قیاس میام اینجا هر کس هم که نمیخواد اخته ببنده به جون آبجی کار من نبوده میگم به جون آبجی برو دستشو بگیر زیر آب سر ضربان قلبش بیاد پایین برو ده برو دیگه مصلحتی شنیده بودم بدجنسی مصلحتی ندیده بودم مامان مامان چی؟ پسرشه
بعد عالم و آدم هم که باشه پسرشه. صدای دیدی که قلبش رو میشنوی؟ مصلحت بود تو نگران قلب باباتی؟ اونقدی که تو از قلب بابات سهم داری پسرش هم داره. وقتی میگه اگه بفهمم خودی بوده برام میشه نه خودی، من میشناسم این چقدر راست میگه. اون موقع توقع نداشته باش پشتت درم. پدرت اگه بشینه باهاش میشینم، پاشه باهاش پا میشم. اگه قیاس پیدا بشه آدم بده توی پیداش نمیشه. پاسپورتش رسوندم دست دختره. الان جایی که قیمت بنزینش با اینجا فرق میکنه. تو کی اینقدر بد شدی که من نفهمیدم؟ از وقتی فهمیدم اگه خوب بمونم بابامو از دست میدم، از همون موقع بد شدم. بدی بده ماما، تو راست میگی، ولی جون بابام انقدر واسم مهمه که بد شدم. شما چی؟ واسه از کار نیفتادن قلب بابام چقدر حاضری بد شی؟ خوبین آقا ولی؟ ضربان قلبتون رفته بالا؟ والا من والا امروز هر چی زدید من خوردم. نوش جونم ها، شما به ما نزنید کی بزنه؟ تو چند نفره که بگی ما؟ من همون صفرم. تو همون ماره تو آسین. نگو آقا ولی، من اون زنگو نزدم. بالاخره میزنی. چیو؟ نارو. میگن آدم به چیزای بد که فکر میکنه سرش میاد. دیدم توت که میگم، دیدم توت. تو من فقط یتیمی دیدی و یتیم پروری کردی. عجلشو خراب نکن. خودت داری عجلشو خراب میکنی. بچه یتیمی 4 ساله بودی کجا و الان که 30 سالته کجا؟ قیاس هم اگه بودی بهت میگفتم بزن بچه ها 30 سالته، وقت رو بواسط دنته. از یه خونه نقلی اجاره ای شروع کن. رو کیف آب جیدن حساب نکن. حرف اول آخر. خب چی؟ امرتون. اول اینکه، دوم اینکه سلام خدمت شما عرض شد که چیزه، من حسن حال خانوم. با دختر من چی کار داری؟ هیچی والا، ایشون خانومن، مشتیان، نترسن. با سامالک ببین آقا جون، دو تا تیکه جواهر من تو ماشین ایشون جا مونده. اصلا هم خوب داریش
تهمت محمد نمیخوام بزنم ها، ایشون اگه دوست بودن که آش و جاش برده بودن دیگه. نه آها، تو اون ماجرایی که حال تعریف میکرد. والله من ماجرا نیستم، آهیم، آهی امیرعلی، امیرعلی فامیلمه. من خود کردی دختر منو وارد این دزدی و فرار و این حرفا کردی. اگه برای سرش میومد چی میشد؟ نه آقا، عمرن میذاشتم برای سرش بیاد. خدافظ. آقا من چاکر شم، واسه حرف و حدیث نیومدم. امشب عروسی خواهرمه، اینم کارت شما خانواده. بعدش هم میدونم تو عجله که حال خانم داشتن اون دو تا دیگه جواهر تو ماشینشون جا مونده. وگرنه اصلا قصد جسارت ندارم. الان قصد نداری، اما اگه تو ماشین گشتی نبود چی؟ اون وقت جسارت نمیکنی که دختر من خورده و برده؟ اون وقت ماجرا دار میشه. نه، اولین در میبندی، بعدم میدی ماشین و شیشهش رو بندازم. سر راتم خونه نقلی یادت نره. اسم بابا چیه؟ سلمان. و این آقا سلمان اگه یه مرد غریبه بس در خونش فایستاده باشه باهاش چی کار میکنه؟ اجازه میده تو ماشینو بگرده. بفرمایید. سلام خانم. سلام. آهیم، آهی امیرعلی. بله. دیشب یه دوتا تیکه از جواهرات تو ماشین شما جا مونده، میخواستم ببینم اگه خودتون یا پدرتون اجازه بدن بیام بگردم پیداش کنم. ماشین چی کار میکنی؟ با تو هم شد نبود؟ نه. حالا میری سراغ تهمت؟ نه؟ نه، سراغ هیچی نمیرم.
حالا کی میگه چیزی تو ماشین نبود که؟ یا جون سویش تو بده برم شیشه ماشین تو عوض کنم. خودش قرار بود ببره عوض کنم. من میتونم زنگ بزنم به پلیس بگم یکی مزاحمم شده، همین که خودم رفع مزاحمت کنم. حق انتخاب با خودمه؟ گشتی نبود دیگه، بزن برو. نگشتم. بله نشستی تو ماشین؟ فقط نشستم. خب حالا بگم. فایده نداره. چرا؟ چون گوشه جیبت گیر کرده، احتمالا بغل یه هب تریاکی، شیشه ای، کرکی. چی میزنی؟ چرا فکر میکنی آدم خیت ها حتما باید معتاد باشن؟ پس قبول داری خیتی؟ خیت با دوست فرق میکنه. نه؟ نه. زنگ بزنم پلیس. هم بیا تو رو جمع کنه ببره، همین هایی که میگی گوشه جیب من گیر کرده. بر نمیدارن؟ باید با اولین زنی بردارن ها. تا دیدمت فهمیدم از جنس اون خانواده نیستی. کیشونی؟ بعد کن خودم میگرم. پلیس فردا بفرمایید. الو بفرمایید.
دیواری کوتاه‌تر از دیوار برادر من پیدا نکردی؟ کجا میتونم پیداش کنم؟ برای چه پیداش کنی؟ از کجا معلوم که راست میگی؟ اصلا جواهری در کاره؟ برای چی اینو سوار ماشینت کردی؟ اینجایی دستت درد نکنه است؟ برادر منو دزد میکنی؟ بفرمایی بفرمایین آقا، بفرمایین بیرون. بفرمایین بیرون. چشم، میفرمایم بیرون. ولی جواهر قصه نیست، دو تیکه است. گوشه جیب دایی شما گیر کرده. حالا میگیم بفرمایم بیرون، میگم چشم. اگه مال خودم بود میگفتم سلامتی اون شب و کمکی که بهم کردین میگذرم ازش، ولی مال خودم نیست. اصلا حرفم جواهرا نیست، حرفم آبروی بابامه، سلمان امیرعلی. امیرعلی اسمش نیستا، فامیلیشه. وقتی هم میگم آبروی بابام یعنی پیداش میکنم این بهادر رو. چه با کمک شما چه بی کمک شما. چند جا رو میشناسم که شاید بشه پیداش کرد. ماشین دارین آقا؟ چندمین باره که برای داشتن من راه بد و میری. دو شب پشت پنجره ایمان. نه دلم میگیره. اون تلفن کار تو بود. بگیره ارون خیلی گنده است. من امروز گم شدم، یعنی دنبال مقصدم میگشتم، دنبال قیاس. دردم بابام سلمان امیرعلی.